عبدالمتین 45 ساله باشنده ولسوالی سپین بولدک کندهار است. او که 4 روز پیش برای درمان خانم بیمارش به شهر کویته پاکستان رفته بود، از سوی نظامیان پاکستانی لت و کوب شده است. عبدالمتین میگوید که نظامیان پاکستانی برای همیش یک چشم او را کور کردند. دغه روان ولن چې ماده پر شامخ راول پزانه پیدل بلای مخ مخ پر دسترګ باندې پسو کولم بلای ته پزانه پیدل بلای ته کښول او ځه چمن ته بیرته ولاړ سم مارتل چمن ته څنګه ولاړ سم دسترګ بده د دراوي تلویزیونی و داغه د ورته وګورو بو ویني تویږي. شمار دیگر از مهاجران که تازه به کشور برگشتند به تولو نیوز میگویند که در ماهای پسین روند بازداشت، آزار و اذیت و شکنجه مهاجران افغان از سوی نظامیان پاکستانی به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. زلم کوي خپل مو گاډي لوډواله گاډي ته 5000 روپۍ ما خپل پلاس ور کړی دي اسه چو گاډي ته می ور کړی دغه حال اوس موږ د بی عزتي و چې کورو تر اتله د کورو دروازې ټکولې شي کوچنی اند نه خپل شی ته موږ لاس په ولا کوره کپی م پی م دغه رقم پات شو ورور پر خلکو پیسې باندې دغه رقم پات دغه رقم راوته دي پس غاس راغلی نیم شان مال ته پات دي گاډي وشي مټوله داري و د مسلمان د پات دي. مسئولان ریاست مهاجران و برگشت کنندگان کندهار میگویند که از آغاز ماه جاری تا کنون 6600 مهاجر افغان از راه سپین بولدک وارد کشور شدند که در میان آنان 240 زندانی نیز وجود دارند. په پاکستان کې الته چې زموږ کم افغان کډوال وسیږي دا غوی حالات ډیر خراب دي چې د پاکستان حکومت ته خاصه غیر قانوني را شړل کیږي او پر کورونو باندې چاپی ول کیږي. شمار برگشت کنندگان از راه سپین بولدک کندهار در حال افزایش یافته است که بر بنیاد گزارش ها در روزهای پسین به شمول زنان و کودکان بیشتر شهروندان افغان در پاکستان از سوی نظامیان این کشور بازداشت و زندانی شدند.